پاینده ایران آقا جمهوری اسلامی یک سریال پرهزینه گذاشته برای پسر رضا رضا امام هشتم مونه همه امام هشتم رو میشناسیم برای پسر رضا گذاشته امام نهم عموماً عموما نمیشناسیم دیگه امام نهم زیاد باش کاری نداریم برای امام جواد گذاشته جواد حتی ما یکی رو مثلا چیز جواد خیلی اسم خیاریه برای امام جواد ساخته اما سریال خیلی پرحزینه ایه چند تا کشور همکاری کردن برای این سریال با پول ایران این با هنرپیش های سوری، لبنانی، عراقی، کویت، بحرین همه اینا شرکت کردن با پول مملکت ما به نام سریال به نام بابل مراد که دارید میبینید الان تصویرش رو دارید میبینید بابل مراد محمد اصفهانی براش خونده تیتراجش آقای محمد اصفهانی خونده مجید میرفخرایی طراح دکورشه پول نفتی که اینا دارن حراج میکنن میرن پول ایران رو حراج میکنن نفت ایران حراج میکنن همون حراج شدم که پولی که میگیرن اگر بگیرن چون بیشتر دارن کالا میگیرن بخشیشو که پول میگیرن به جایی که خرج زیرساخته ایران کنن خرج مهماتی میکنن به اسم سریال بابل مراد حالا این کارو میکنن جالبه که <applause> جالبه که تو همین سریال هم بعد برمیگردن میگن آقا این امام رضای ما چه پوفیوزی بوده من تیکه از حتی این سریال هنوز پخش عمومی در صدا و سیما نشده به زودی در صدا و سیما پخش عمومی میشه ولی یه تیکش جالب بود برای ما رسید توی همین شبکه های اجتماعی پخش شده بود لحظه ای که حالا عطف سریال در مورد پسر رزاست دیگه امام جواد جواد پسرش بود دیگه درست میگم یا نه ما چون ما بچه شیعه ها چون ما ملت امام حسینیم فقط علی و حسن و حسین چارومی هم که بچه گونی بوده آقای سجاد تا میره رضا آخری هم این یارو امام زمان تقی و نقی و جواد و چه بینم ما و اینا رو دیگه نمیدیم چندو میگم کل عموم مردم ایرانی اینا نا. یعنی چیز عجیبیه هر چیز اینا در نمار سرویس کردن این دوازده تا ارمام پوفیوس بنی هاشم رو به ما چیز کردن حفظ کاریم حفظ نشدیم به هر حال صحنه معمون داره با رضا مهتابی صحبت میکنه این رضا مهتابیه که حالا میخواست مثلا داره تحتیرش میکنه اگه مهتابی گوش نکنی انگوریت میکنیم انگور میدیم بخوری اینجا داره صحبت میکنه که آقا تو بیا مثلا قدرت منو قبول کن که من قدرت هم مثلا چیز کنم مشروعیتش از خانواده تو هم بگیرم معمون اینجا داره فشار میاره به اینا از 20 شهری آ نه این سال پیش پخش شده ببخشید گفتم میخواد پخش بشه سال پیش سال 401 پخش شده اه و این سریال الان کامل پخش شده در صدا سیما یه بخشی از این سریال جالبه معمون میگه که تو بیا آقا قدرت منو قبول کن رضا میره بالای منبر میگه آقا نه من قبول نمیکنم که حالا گوش کنید جالبه اگر خلافت را نپذیری مهمونه بهش میگه خلافت را نپذیری چوب تو میکنم باید ولایت عهدی را قبول کنیم و پس از من خلیفه شوی به خدا سوگند پدرم از پدرانش امیر المؤمنین و رسول خدا مرا خبر داده که مسموم و مظلوم از دنیا خواهم رفت و فرشتگان آسمان و زمین بر من میگریند و در غربت کنار هارون و رشید مدفون خواهم شد الله اکبر چه کسی شما را میکشد یا جرأت جسارت به شما را پیدا میکند تا من زنده هم؟ اگر بخواهم نامش را فاش میکنم با این کلام بار خود را به یقین سبک میکنید آن وقت مردم میگویند که شما در این دنیا زاهد هستید از زمانی که خداوند عز وجل مرا خلق کرده دروغ نگفتم و هیچگاه در دنیا به خاطر دنیا زهد پیش نکردم من از مقصود تو آگاهم مقصودم چیست؟ میخواهی مردم بگویند که علی ابن مسرزا در دنیا زهد پیش نکرد بلکه دنیا نسبت به او زهد پیش کرد و او ورایت عهدی را با طمع خلافت پذیرفت ببینید این نکته جالبی تمام اینا با حسرت این که بتونن ولایت اهدی رو کامل داشته باشن همشون هم مردن همشون برای قدرت جنگیدن معمون اینجا میگه تو بیا چیز ولایت اهدی من رو قبول کن یا مثلا نایب بشو که مثلا بعد از من چیز میشی و این میگه من به خدای خداوند من خونم رو دیدم من مسموم و در بی کسی میمیرم خورشید و مه آسمان آمدن گفتن رزی خواهی مرد در این آسمان ها محف خواهی شد وای گل لاله با هز هم شکفته شد گل ها بد پرپر پر شد و جدم رسول الله به من این چنین گفت حالا معمون میگه آقا چرت پرت نگو بیا قبول کن اینا تا زیر دست من بشی اینا برادرتی من همش داره میره بالای منبر کلی چرت پرت میگه حالا دقت کنیم مثلا میخواد بگه قبول نمیکنم دیگه حالا نگاه کنیم با آنچه بد میدانم با من سخن میگویی به خدا سوگند اگر نپذیری ولایت عهدی مرا گردنت را میزنم رضا جون مامانت بیا ولایت عهدی من معمونه بپذیر نه به خدا آسمان و سنگ ها و رسول الله و اینا به من گفتن نکن من کوتاه نمیام من دروغ نگفتم فلان یه سر بالای منبر نه موندید که نه با حرف نمیفهم آقا کلا این جماعت شیعه همینن هم. با حرف چیزی رو نمیفهمن معمون میبینیم با حرف نمیفهمه میگه به خداوندی خدا ولی من گردن تو میزنم همین کاری که الان بچه ها تو جنبش زن زندگی آزادی کردن کف خیابونا حالا ببینیم رضا چی میگه یه ساعت مگه نرفتی بالای منبر گفتی نمیپذیرم حالا اینجا بهش میگه گردن تو میزنم ببین رضا چیکار میکنه خداوند مرا نه کرده از اینکه خود را با دست خود به حلاکت بیافت کنم اگر این است آن چه میخواهی انجام میدهم ولایت تحتی را میپذیرم به شرط آنکه کسی را منصوب یا معذول نکنم هیچ فرمان یا سنتی را نقض نسازم <تصفح> <تصفح> پوفیوز تو یه ساعت رفتی والای منبر گفتی نمیپذیرم تو گردن تو میزنه خداوند مرا نه کرده که خودم با دست خودم خودم را بکشم باشد میپذیرم ولی به این شرط ها آقا اینا پوفیوزن از رزاشون بگیر پا حالا خوب سریال خودشون ساخته مگه نرفتی بالای منبر گفتی نمیپذیرم آقا این سریال نسازید شما برای رضا بیشتر آبروی این عمیه خودتون رو میبرید یه سر رفتی بالای منبر گفتی نمیپذیرم اونجایی که معمون گفت میزنم چوب تو آستینت میکنم سرتو میبرم گفتی خداوند منو نه کرده آقا با دست خودت نمیبینی که این گردن تو میخواد بزنه چرا نمیفهمی چه پوفیوزی هستی رضاتو تو مگه گفت خودکشی کن آخرش هم جالبه با دست خودش مرد انگور خورد مرد دیگه خودشون چیزو خورد مگه نگه من با دست خودم نمیخوام بمیرم خب اینجا که با دست خودت نمیوردی معمون گردن تو میزه شهامت داشته باش گردن تو بزنه شهامت اینو نرشی به معمون یه جورایی داری میگی گوه خوردم و آخرش هم با دست خودت میمیری انگور میخوری بابا چقدر این شیعیان پوفیوزن به خدا چقدر شما وقیهی آخه نگاه کن یه ساعت تا رفتی بالای من من با اینجا میک... میکشم قلط که میکشم غلط کردم گوش میکنم خود را... یارو خودم افتادم یه بار تو دروازه دولت بودم یه دونه نقشه ای ایران داشتم وسط شیر و خورشید بود یارو موتوریه اطلاعاتی بود اومد جلوم وایس سر این لباس شخصی ها بود خب من سر اینو انداختم توی لباسم تیشرتم حالا هم نیست یه دوست دختر من بودم حالا کاری نداریم تو اسکای دروازه دولت من اینو انداختم توی لباسم بعد بهم گیر داد گفتش که ببرمت توی پایگاه اینقدر بزنمت بگی غلط کردم گفتم حاجی چرا ببری بگی غلط که همینجا بهت میگم غلط کردم چه کاریه من الان با دوست دخترم منو ببری کتک به خسته همین آقا من غلط کردم اینم انداختم تو بیا من صورتت هم ببوسم دمت گرم دمش هم گم کاری با همون نداشت ولمون کرد یه خورده خب خو من چهره شناخته شده بودم. یعنی سریع اونجا چیز بودم کانال انا شد وزا پوفیوس دو سال از من منبر نرفته بودم یارو گفتش که کوتاه میای اینا سری گفتم کوتاه میام این منبر میره میگن هم من کوتاه نمیام من فلانم بهمانم علم بلم جیم بلم بعد که میگه سرتو میزنم رضا میگه باشه گوش میکنم بعدم با چه بهانه ای خدا به من گفته که خودم با دست خودم خودمو نکشم در حالی که اینجا معمون تو رو میکشت تو در آینده خودت با دست خودت خودتو کشتی کسافت با اون بد میدونم با من سخن به خدا سوگند اگر نپذیری ولایت عهدی مرا گردنت را میزنم خدا به مرا نهی کرده از اینکه خود را با دست خود به حلاج پوفیوس ترسید گردنش رو بزنن همشون یه مشته حسینشون هم گفت گوه خوردم شم گفت دیر خوردی همشون ترسودن همین شیعه کسافت خودمون تو ایران رو ببینید چیکار میکنه زمانی که مردم زن زندگی و آزادی کف خیابوندن ترسیدن ماستر کیسه کردن بعد دوباره احساس میکنم میتونم پارو گاز میزنن دوباره گشت ارشاد برگشت آقا ما با یه پدیده ای باید این خاک تو سر اینایی بکنم که میگن آقا توین نکنید به اعتقادات مردم ریشه ای این کسافت ها رو باید بشناسی ریشش رضای کسافته داری میبینی چجوری ترسید آقا من برای خدا و اینا تو حرفت حق تو بزنه اگر این طور است آن چه میخواهی انجام میدهم ولایت تحتی را میپذیرم به شرط آنکه کسی را منصوب یا معذول نکنم آقا طول گردن میزدن آقای رضا شخصیتت حفظ میشد یا اینکه آخر خودت انگور خوردی مردی بهت گفتن این چیز آخر آخرش هم جالبه چجوری مرد میدونست بهش گفتن آقا این زهر رو میخوری خودت میمیری خورد با دست خودش خورد آب انگوری که توی زهر ریختن تو با کی خوردی چطور اینجا گردن زدن ترسیدی ولی اونجا که دیگه مجبورت کردن میخواستن بکشنت به تو مجبورت کردن گفتن آقا این زهر رو خودت میخوری خوردی اونجا که تو با دست خودت آخر خودت هم کشتی که خب این خیلی جالبه ببینیم ما باید این ریشه اینا رو بشناسیم و من وقتی که میگم آقا ما باید بریم تو اسلام ستیزی فکر میکنین خوشم میاد من ببین لول برنامه‌ام هم داستانم هم چی بود خوشم میاد من دوست داشتم در مورد اقتدار ایران برنامه بسازم و لازم روحیه برای هممون خوبه برای خودم خوبه من خودم بیشتر از همه دارم اذیت میشم راهی نیست آقا چاه آقا کی خوشش میاد دست بکنه تو چاه توالت هیچکی ولی وقتی یه چاه توالت خونت گرفته باید دست کنی تا چاه توالت دیگه آقا چاه توالت ایران شهر گرفته چی توش گیر کرده تو این چاه توالت اسلام دست تو بکن در باز کن بکن تو این توالت اسلام و وردار بنداز دور راهی نداریم باید بریم این مسائل دیگه بررسی کنیم آقای رضا کدوم خری بوده حسین کدوم خری بوده چه غلطی کردن که حاصل شده این کسافت های بی غیرت که 500 تا دختر پسرای ما رو کشتن آقا ریشه داره گذشته داره چطور میشه حدیث نجفی رو میکشه چطور میشه محسا امینی رو میکشه بعد تو کف خیامون به این دختری که کشته شده میت هست فوش خارمادر میده آلتش ها حواله میکنه به محسا امینی که کشته شده آقا این چه, چه فرهنگی داره میاد بعد اینا رو بشناسیم آقا ما باید بریم علی رو بشناسیم حسین رو بش مگه اینا نمیگن بشناسیم ما میشناسونیم اوکی باید بشناسیم اینا چه که افرادی بودن رضاشون یه همچین دمتون گرم شب روزگار خوش حالا این برنامه رو ببندم همیشه هم این رضای بهتون میگم دایم الخم بوده حالا بحثا رو حالا بعد تو کی میزنیم هر سری بهشون عاشقتون هم پا... امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه پاینده ایران بدرود من به خدا خدا کوتاه آه... نمیام رضا میکشیم تا غ... غلط کردم <applause> خاک بر سر کسایی که میرن حرم رضا دنبال شفاعت از این دیوس بودن عاشقتونم